قلبي سالم از جای پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که چنین میگفتند از تو قلبی سالم را میپرسم حدیث با روایت امام احمد و ترمذی قلبی سالم قلبی است که خالص برای الله قلبی سالم قلبی است که خالص برای الله است که در آن قلب رب و معبود دیگری نیست الله سبحانه و تعالی فرمود الله مثال بنده را بیان میکند که در وی شریکان در اختلافند و بنده را که از آن یک مرد است آیا این دو در صفت برابرند؟ یعنی یک بنده که چند کس مالک او باشد زائع شود همچنین کسی که معبودان بسیار را پرستش میکنند زائع است و بنده که فقط از آن یک نفر است آن یک کس همه کارهای این بنده را به عهده میگیرد همچنین کسی که یک تا پرست باشد الله تعالی کارساز او است ستایش الله راست بلکه اکثر آنها نمیدانند سوره زمر آیه 29 قلب سالم قلبی است که هیچ یکی را به غیر از الله پادشاه کارساز و یا امر کننده نمیبیند عبادت و خاکساری و امید طاعت و محبتش تنها به الله یگانه است چیزی نمیدهد برای الله میدهد چیزی را من میکند برای الله من میکند دوستی و یا بد دیدنش برای الله است و همه عملها به خاطر الله است پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آنی که برای الله عطا میکند و برای الله من میکند و برای الله دوست میدارد و برای الله بد میبیند و برای الله نکاح میکند پس به تحقیق ایمانش کامل شده است حدیث با روایت امام احمد قلب سالم حرکت نمیکند مگر به کارهایی که در آن راضیگی پروردگار باشد و میل ندارد مگر به سوی او تعالی همه عملش خالص برای الله است. قلب خود را به غیر الله نمی بندد. البته قلب سالم و عملش خالص برای الله می گردد که او ایمان به آن دارد. که پروردگارش صاحب ملک و صاحب همه امرهاست. در ملک و امرهایش شریک ندارد و او مثل و مانند ندارد. و اما آنهایی که قلب سالم ندارند به الله شریک گرفتند. و آنها را بین خود و بین الله برابر دانستند و گمان کردند که از این امر به آنها چیزی هست بنابراین وقتی که آنها به آتش دوزخ انداخته شوند به شریکان خود میگویند به الله قسم که ما در گمراهی ظاهر بودیم چون شما را با پروردگار عالمیان برابر می ساختیم سوره شعرا آیت 97 و 98 قلب سالم قلبی است که به الله تسلیم شده است به یگانه امر اگرچه آن از مسئله های تقدیر که برایش علم آور باشد لیکن با امید اجر و ثواب به آن صبر میکند به پروردگارش گناه نمیکند بلکه به آن راضی است و یا امر از امرهای شریعت باشد پس صاحب قلب سالم را دیده میشود و به همه این تسلیم شده است که آن را با زبان و قلبش و بدنش میگوید که شنیدیم اطاعت میکنیم قلب سالم قلبی است که از آفتهای و کسلیهای که بین بنده و بین تسلیم شدن به پروردگار سالم مانده است قلب سالم قلبی است که از شبهه های که ضد انسان است سالم مانده است و از عملهای شهوانی که ضد عمل است سالم مانده است آن قلبی است که سالم بوده خالص برای الله است به همه امرهای الله تسلیم است پابند شریعت او تعالی است یگان شبهه ندارد که او را از ایمان منع بکند و نه شهوتی که او را از عمل باز دارد الله سبحانه و تعالی از ابراهیم خلیل علیه السلام قصه کرده چنون فرمود و مرا روزی که مردمان برانگیخته شوند رسوا مکن روزی که مال و فرزندان فایده ندهد لیکن صاحب فایده آن کس بود که قلب سالم و بی عیب را
پیش الله بیارد. سوره شعرا آیت 87 و 89.